شرکت کره‌ای سامسونگ روز جمعه اعلام کرد که سود عملیاتی این شرکت در سه ماهه نخست سال میلادی جاری بیش از 5 میلیارد دلار بوده است. اما این تنها موفقیت سامسونگ نیست. طبق آمار منتشر، سامسونگ در این دوره سه ماهه با فروش 20 هزار تلفن همراه هوشمند در ساعت نه تنها از رقیب خود اپل پیشی گرفت، بلکه به صدرنشینی 14 ساله نوکیا در بازار تلفن همراه هم پایان داد. یکی از مدیران ارشد سامسونگ میگوید با وجود رکود اقتصادی در سطح جهانی و ضعف دوره‌ای تقاضا ما توانستیم به لطف محصولات متفاوت سود چشمگیری را ثبت کنیم. با وجود محصولات متنوع الکترونیکی سامسونگ، تحلیلگران فروش بالای تلفن‌های همراه هوشمند را دلیل اصلی افزایش چشمگیر سود این شرکت می‌دانند. در این سه ماه، سامسونگ با فروش 44.5 میلیون تلفن همراه هوشمند بیش از 30% بازار این محصولات را در جهان از آن خود کرد و از اپل پیشی گرفت.